با سلام، من پریسه بهمنی هستم. در ادامه خوشنویسی روی پارچه، قسمت دوم خوشنویسی روی آباژور رو خدمتتون ارائه میدم. لطفا اگه به این گونه آموزش ها علاقه دارین، کانال رو سابسکرایب کنین تا ویدیوهای بیشتری رو به صورت رایگان در این زمینه در اختیارتون قرار بدم. در قسمت اول بیت بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم رو نوشتیم و فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. و در این قسمت بیت بعدی رو با هم دیگه می نویسیم و ترکیب رنگی های مختلف در چهار وجه رو با هم دیگه بررسی می کنیم. چو در دست هست رودی خوش. حالا من همون اینا همه رو دارم با یک قلمه می‌نویسم، چون هنوز به قسمت های کلمات کلیدیش به قول معروف نرسیدیم که من بخوام از قلمه بزرگتر استفاده کنم. دیگه همجی من دارم پله پله میرم بالا. اینا همه تو ترکیب بندی های نستعلی خیلی خیلی میتونه کمک دهنده و زیبا بکنه کار رو. خب حالا ما رودی رو نوشتیم، حالا میخوایم بریم دنبال خوش. مسلما خوشی و خوشحالی و شادی جزء کلمات کلیدی هست که تو این شعر به کار میره، پس بهتره که من خوش رو با قدم موی بزرگتر بنویسم. رودی خوش. خب من ببینم که کجا میتونم اینو بنویسم. من آسان خوش رو اینجا بنویسم. اینجا. که اون همش نکنید به سطح ذهنی دارم محاسبه میکنم که کجا باشه ترکیب زیباتری به من میده. هیچ ترسی هم البته ندارم از اینکه بخواد حروفم متقاطع باشه، بخاطر اینکه خودش با زیبایی خاص خودش رو خواهد داشت. خب سین الان جا ندارم بخوام کشیده بنویسم. اگه جا داشتم حتما کشیده می نوشتم، به خاطر اینکه برها شین به صورت کشیده خیلی خیلی زیبایی خاص خودش رو داره. ولی اشکال نداره، من همین که دارم با قلم موی بزرگتر می نویسمش انرژی زیادی بهش میدم. بعد یه کار جالب تری هم انجام میدم، این که نقاط شین رو تو دلش قرار میدم که باز ترکیب بندیمو بهتر کنه، فضاهای خالیمو پر کنه. دوباره قلم معوض میکنم، بزنش رو میزنم و باز مطربش رو یه جور دیگه میبیسم. ببینید بزن دقیقا باید روی یه خط شیبدار قرار بگیره که زیبایی خاص خودش رو نشون بده. همیشه حروف گرد، حروف کشیده، حروف ایستاده جذابیت های خیلی خوبی به کار میدن و امکانات زیادی هم در اختیار شما میذارن برای ترکیب بندی ها. خب مطرب هم مسلما آورنده شادی و خوشی هست و ما میتونیم مطرب رو هم با قلموی بزرگتر بنویسیم. مقدار اینجا ترکیب بندی من اشتباه کردم، ولی خب سعی می‌کنم اون رو اصلاحش کنم قبل از اینکه تکمیل بشه کار.
بی رو بهم اجازه میده که یه بزرگتر رو نیستم اینجا. اینجا بهم جا میده و من ازش استفاده میکنم. دیدین حتی تو حاشیه هم میام هر وقت که احتیاج داشته باشم. بزن مطرب حالا سرودی خوش رو مینویسم میذاره، هیچ نگران نباشید اگه جا کم اومده، چون شما جا رو دقیقا میتونین تو دل حروف برین و استفاده کنین. از دل حروف، از تداخل حروف میتونین استفاده کنین. چه میگه من میخوام بیام اونجا بازی کنم. باشه. ما آپارتمانمون 314 باشه. حالا به خاطر اینکه میخوام اونجا بازی کنم گفتم جانان الان نیاد من بیام تکلیفشو معلوم کنم. همین خب همونطور که میبینین کار تکمیل شد. چه در دست است. سرودی خوش. بزن مطرب سرودی خوش. من خوش و مطرب رو اینجا بزرگ نوشتم تا چون تاکید هست دیگه برای خوشحالی و شادی، به همین خاطر یا بزرگ نوشتم. و حالا برای اسلاید پایانی یعنی مصرع سوم ما ببینیم که چه چیزی هست. یکی که دست افشان غزل خوانیم و پاکوبان برافشانیم. خب من ترجیح میدم که اینجا از رنگ سبز استفاده کنم که یه تقارن رنگی هم با اون طرف داره. الان میبینیم که چون رنگ در واقع آبی خیلی تیره تر از زرد هست، ما میتونیم بر رنگ سبز هرچه سبز هم بخواییم روشن تر باشه باید مسلماً زرد بیشتری براش استفاده کنیم. دارم که رو اینجا بنویسم که یه فضای خالی برام اینجا ایجاد نشه. دستشو اینجا از اینجا شروع میکنم. همیشه به اون حالت پله پله بودن سه دقت کنیم که حتما باید روی یه شیب قرار بگیره. همه دندانه ها همین وضعیت دارن. ببینیم نقطه ها رو چجوری گذاشتم، وسط عمودی گذاشتم ترکیب بهتری بتونم ایجاد کنم. صورت پرنده کنم از چنگ میاد و ما میتونیم لذت بیشتری ببریم. میتونستم افشان رو هم کشیده بنویسم اما خب حالا چون ترکیبم کامل نمیدونم که به کجا میرسه بخاطر این فضا بدم که کارم کامل بتونه انجام بشه بدم همین گونه مینویسمش. نقاطش هم همین زیر دست جا میشه و فضای خالی هم اینجا ایجاد نمیشه. دست افشان. خب دست افشان. بعدش یک کلمه مهمه غزل. غزل چون برای اون یک کلمه مهم هست در نتیجه ما هم توی ترجیح میده با کلمه بزرگتر بنویسی بشه. کلمه رو عوض میکنم، کلمه بزرگتر برمیدارم بتونم غزل رو بزرگ بنویسم. بس افشان
ببین مثلا میرم تو نه، هیچ اشکالی نداره. بذار اینا حروف تو هم دیگه برن و زیبایی خاصی ایجاد میشه. مثلا میرم تو نبش، هیچ اشکالی نداره. این شیبه نه که باید به سمت چپ پایین باشه رو سعی میکنم حتما رعایت کنم. و نقاطشون چی؟ بزیر بذارم نمیتونم. غزل خب برای خواندن باید دوباره قلم رو عوض میکنم. همه زوایای قلمی میتون استفاده کنم. هرچی از زوایای قلم میتون استفاده کنیم زوایای بهتری به دست میاریم و خیلی ترکیبات زیباتری میتونیم بنویسیم. غزل خونیم و خب غزل خونیم و چی؟ پاکوبان. پاکوبان به دلیل اینکه به کلمه خوب و شادی بخش هست با سعی میکنم با قلمان بزرگتر بنویسمش. ببینید همه قلم رو بزرگ کردم، همه زیر غزل رو پر کردم. اینا چند تا حرف تو هم دیگه بذارم که بتونم ترکیب بندی بهتر به دست بیارم. پاکوبان نه. الان باید بگم این نه که این نه بزرگم هست و کجا بنویسم بهتره. از اینجا اصلا شروع میکنم. اینجا گذاشتم که فضا ما کامل پر کنه. خوبان با خوبان چه کار کنیم؟ سر اندازیم. دارم فکر میکنم که سیمش رو کجا بنویسم که بهتر باشه. خب
دازیم میرم تو حاشیه که بتونم یه میه بلند بنویسم که زیباتر باشه. با نقطه ها میتونم خیلی از ترکیب بندی بازی کنم. خب نقطه نیمو از فقط خارجش میخوام بذارم و یک نیم کوچیکم حتی اینجا میتونم بذارم. بیدم تو حاشیه باز با اینکه یه نقطهش رو با قلمه بزرگ گذاشتم اما خودش رو دارم با قلمه کوچکتر می نویسم. اشکالی هم نداره. ترکیب بندی اون مهمه که زیبا از آب در بیاد. در که دست افشان غزل خوانیم و با کوبان سر اندازیم. من پرویز بهمنی هستم. لطفاً اگه به این گونه کارها علاقه دارین کانال من رو سابسکرایب کنین تا آموزش‌های بعدی رو با هم دیگه دنبال کنیم و ببینیم. ممنون. خدا نگهدار. لطفاً اگه به این گونه آموزش‌ها علاقه‌مند هستین کانال رو سابسکرایب کنین تا در آینده خوشنویسی‌های بیشتری رو در اختیارتون قرار بدیم. ممنون. خدا نگهدار.